شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست. خانم شمس خیلی خوش آمدید. لطفاً از جزئیات این بیانیه و خواسته های نهاد انقلاب زنانه برای ما بیشتر بگید. سلام به شما و بینندگان محترم این برنامه. من در ابتدا تسلیت میگم به خانواده زنده یاد رضا رسایی، به ویژه مادر داغدار و دادخواهش. اما در رابطه با بیانیه‌ای که اشاره کردید، بله، هفته گذشته 20 تشکل دانشجویی از سراسر کشور یک بیانیه مشترک صادر کردند و از ایرانیان آزاد در خارج از کشور، فعالین انقلاب زن، زندگی آزادی، احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواستند که در روزهای 10 و 11 آگوست تجمعات اعتراضی علیه اعدام‌ها برگزار کنند. مشخصا اشاره کردن به صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و شریفه محمدی و دیگر محکومین به اعدام و همچنین علیه اتهامات بغی که در رابطه با ورشه مرادی و نسیم غلامی سینیاری و دیگر زندانیان سیاسی هست که اونها رو در معرض خطر اعدام قرار میده. این دانشجویان در بیانیه مشترک اشاره کردند که ما نباید بگذاریم اعدام‌ها، این جنایت سازمانیافته حکومتی، این قتل عمد حکومتی عادی سازی بشه و یک اشاره کردن به تجربه های پیشین که با اتحاد و همبستگی در داخل و خارج از کشور و با اعتراضات گسترده ما تونستیم احکامی از اعدام رو لغو بکنیم. به همین دلیل این تجمعات 10 و 11 آخر این هفته در رابطه با همین بیانیه تشکل‌های دانشجویی برگزار میشه و همچنین در همراهی با بند زنان زندان اوین که علیه اعدام‌ها تحسن کردند، شعاردهی کردند، الان ممنوع ملاقات هستند و همچنین دیگر زندانیان که در زندان‌های دیگر دست به تحسن و اعتصاب زدند. تشکل انقلاب زنانه هم که طبق معمول همیشه از این فراخوان‌ها حمایت کرده و فراخوان داده که این تظاهرات و تجمعات با شکوه برگزار بشه و خواسته هایی رو ما از مردم جهان بخوایم که فشار روی دولت‌هاشون بذارن برای بایکوت جمهوری اسلامی، قطع ارتباط با این حکومت اعدامی، حکومت کودک‌کش، رژیم ضد زن، برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های بین‌المللی و همچنین اخراج جمهوری اسلامی از سازمان‌های بین‌المللی. من اینجا اشاره بکنم که شهرهایی که تا به حال اعلام آمادگی کردند برای تجمعات 10 و 11 آگوست علیه اعدام‌ها، آرهوس دانمارک است، هامبورگ، کلن، برلین، کاسل، فرانکفورت در آلمان، مالمو، گوتنبرگ، استکهلم در سوئد، کبک، تورنتو، اتاوا، ونکوور در کانادا، کریسچرچ در نیوزلند، سیدنی استرالیا، تورکو فنلاند، وین و گراتس اتریش، ژنو سوئیس و این سوئیس و این لیست همچنان در حال تکمیل شدن هست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم.